خب میگوامون رو ببینیم که میگو 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 من خیلی میگو دوست دارم. خب امیدوارم که اشتهامم خوب بیاد. خب بچه ها این میگوها رو دیروز احمد علی برای من آورد، ولی میگفت خودش چون خیلی خورده از این میگو اینا دیگه نمیخواد برای من. چنگال آوردم، ولی خب بایان ببینیم به این بزنیم ببینیم چی میشه. دروازم سوسشو یادش رفته بود بیاره. دیروز رفتیم سوسی که بگیم، گفتیم حالا این سوسو بگیریم دیگه. سوسش باید مخصوص باشه، ولی خب ما سوس همینطوری گذاریم. من چون میگو درست نمی کنم، زدم تو اینترنت ببینم چجوری میشه درستش کرد. گفت اول بعد از اینکه تمیز کردید یک کم نمک بزنید، فلفل بزنید، بذارید با زردچوبه و اینا. یه بارم خرچنگ بگیرم، اتفاقا خرچنگم خیلی خوبه. من واقعا خیلی میگو اینا دوست دارم. البته مثلا ببینم اینجور که درست کردم، اول بدونم سس بخوریم ببینیم چجوری. هشبام خیلی خوشمزه میشه. اصلا غذاهای دریایی خیلی خوبه. بچه حنانه حالش خوبه. این لباسو کی به من داد؟ این لباسو فریبای فرانکفورت. خیار رو ببینه. اسب دریایی مگه خوردنیه؟ نمیدونستم. صدفم بخور. همه چیزا یادم نیست، بعضی ها یادمه. مثلا این یادمه کی داده به من. گفت 90 یورو هم خریدم. یه مردی بود به اسم امیر. چند سال باش ارتباط ندارم. داشت میرفت ایران، گفت خونه من کلید خونهش رو داد به من که من به سر بزنم به خونهش تا موقعی که ایران هست. و اینم به من هدیه داد. خوشگله.
گفت از اسپانیا آوردم. از احمد علی خوشش اومد، از احمد علی خوشت اومد چون که خیلی پسر خوبی بود. اولا اصلا سریش نبود، اصلا که مثلا خواهش اصلا تکرار کنه، اصلا من خیلی تر و تمیز بود. حرفی که من گفته بودم و انجام داده بود. گفتم هیچ چیزی اضافه نخر، اون چیزی که تو خونه داری نه بهت توی هتلتون میدم بده. میگو اسمش آورد، گفتم من که میگو خیلی دوستم. گفت میگو میارم. گفت اگر اجازه بدی نونم بیارم، نون افغان، حالا از اونجا حالا نون افغان یا حالا هر چی به هر حال. گفتم باشه اونم بیار، چون که از اون چیزاییه که من واقعا مسیرم. مامان چقدرم خوب شد اون نون آورد، تونستم کوکو رو با نون درست کنم دیگه. سیگاری نبود، مشروبی نبود، اهل نمیدونم این چیزای چرت و پرت و اینا نبود. بعد زحمتکش بود، منتها کارشو من پیشنهاد کردم از اون کار بیاد بیرون، واقعا استثمارش میکنم. بعد رفتم گفتم بریم قدم بزنیم، گفت بریم قدم بزنیم. بعد تو راه گفتش من میخوام اون جایی که با هم تو با من حرف میزدی خرید میکردیم نشون بدی. گفتم اون مسیرش اون وره، ولی ما میریم قبرستون رو، من بذار قبرستون رو بهت نشون بدم و یه ذره قدم بزنیم. برگشتنی از بغل کنار آلدین گذشتیم، گفت بریم اینجا. گفتم منم آره، دو سه تا چیزایی که میخوام بگیرم و تو برای من حملش کنی، مثل شیشه روغن و نمیدونم پرتغاسی. بعد گفت من میخوام بدم. یعنی موقعی که دم کاسه بودیم اونم به من هدیه داد. گفت من میخواستم برای یه چیزی بگیرم، اجازه بده این کار بکنم. گفتم باش. زیادم نبود، 11 یورو بود، ولی انقدر خوش 11 یورو 6 سنت. خیلی خوشم اومد که و خوب اومد، خوب رفت، چرت و پرت نگفت، لایف گذاشت. چند نفر از بچه ها میان لایف میذارن. بعد یک اتفاق جالبی هم که باعث شد، یه اتفاق جالبی رو باعث شد امیرعلی، احمد علی، و اون این که الان میگم اونارم، این که وقتی من عکسشو گذاشتم، این مصطفی که تو گروه ما از نیوزلند اومده بود، انواع نمیدونم 700 یورو داده بود نمیدونم برای چی فیلینگ، زاویه فک، نمیدونم بوتاکس، فلان، یه پسر 27 ساله برگشت گفتش این چقدر زشته، این زشته. گفت اون خانمی که به این گفته زشته راست گفته دیگه، خب این زشته. این عامل باعث شد تو گروه یه سری بحثایی بشه، مصطفی ناراحت بشه، از گروه رفت بیرون. رفت بیرون و گفتش من لایومو، فیلم منو پاک کن و نمیدونم چی و من نمیدونم از این حرفا. مام که فیلمشو پاک نکرده. وقتی کسی که میاد که نمیشه که وقتی قهر میکنه که هی یاد فیلمش بیفته که مقویه ها.
باعث شد که یه بحثایی تو گروه پیش بیاد، همین بحث زشتی و خوشگلی و اینه. خوشم سواد که نداره، گفت من سواد ندارم، ولی سواد آلمانی رو شروع کرده و یه سری آلمانی رو می نوشته. بابا چنگانه کچولو، نه این دیگه خیلی کچولوه، این مالی چیزه، این خیلی کچولوه برای زیتون اینا هست. حالا بعد ولی نورمال اینه دیگه. یه چنگال بزرگترم هست و این غذا میخوریم، ولی خب این میگوه کوچولو با این باید بخوریم، ولی خب من خوشم میاد، خیلی خوشم میاد. سوسش چیه؟ سوسش که مخصوص میگو هم نیست، سوس نمیدونم چی نوشته بود روش، نگاه کنید من افتادم اینجا ریخت سوسه ریخت به نیه شلخت بازی. اینم هست مثلا اومدیم با کلاس بخوریم ریختیم، دیدید نمیشه که اصلا. سوسش رو بگو، سوسش از همین سوس های لیدل و آلدی و اینا همینطوری یه سوس برداشتن. باید بزنیم توی گوگل سس میگو چی خوبه. آره مثل سس فرانسوی ها. برای کوچیکای بزرگ نه اینقدر دوست دارم، فقط زود گم میشم. چقدر زود سیر میکنه. بچه ها میرونی برش هم میخوام یه چیزی بخورم. اشتولن انقدری 16 یورویی درست شده با شامپاین. بذارید اول حالا سیر شم. سیر شدم اصلا. خیلی گرسنه نبودم، نمیدونم چرا. امروز فکر کنم به خاطر اینکه صبحانه رو اومدم گفتم ناهار میخوام بخورم، یه لقمه از این نونا رو بردارم، همون یه لقمه خوردم و نمیدونم چرا سیرم کردم. این چیزه کیک لاکچری، کیک لاکچری. این امتحان نکردم که، حالا بذاری اول میگو رو لذت ببریم. زیبا تو رفتی دایرکت هنانه و بهش یاد دادی برو پیش سیم سحر. خوشبختانه این مورد رو من یاد ندادم و خودم هم غافلگیر شدم وقتی همچین چیزی، اونم این که برم اونجا لایف بذارن بعد برگردم تو کافی شاپ. خیلی جالب بود. قرار بود با افغانی بخوری. آره آرام میگم بهتون. اومد گفت من انقدر تو هتل به ما غذای گوشتی میدن، احمد علی گفت. اتفاقا هم پیتزا داشتم هم گوشت چرخ کرده داشتم. گفت میگو اصلا حرفشو نزن، میگو زده شدم. گفتم وای چه خوب، اون میگو رو برای من بیار. میگو زده شدی. اگر این
زیادم بود، اومدم بپزندم همه اینا رو. میگو مقویه. خیلی جالب بود. یکی پیامی نوشته 4-5 دختر بیا سراغ من، تنها هستم. باش میان الان میان. پلو میگو درست کن. آره پلو میگو، من یه بار پلو میگو خوردم. یه بار نه، دو سه بار. خوبه. آدم ها رو به خاطر خوراکی هایی که میارن دوست داری؟ سوال خوبی هم. راستش یه مقدار تأثیر زیادی داره به خاطر خوراکی هایی که میارن. مثلا نجیب، من دوست ندارم که هر روز نجیب مثلا ببینم. یه موقع میگم نجیب تو محل کارش مثلا چی میدن قلوه اینا که گوسفند رو میبرن، همونجا گوسفند میبرن دیگه، تو پشت مغازه یا حالا یه جایی که هست. بعد مثلا یه بار زنگ میزنم میگه زیبا قلوه دارم میخواد. میدونه من زیاد گوشتی نیستم، اینا رو همه رو میبره برای زیا. ولی یه بار یه موقعی یه میبینی حوض کردیم، زنگ میزنم میگم خب هم خودت بیا. خب ولی علت هستش در واقع همون قلوه است دیگه. مثلا هم خودشون هم خوراکی هایی که میارن هر دوتاشون تأثیر دار. و هم لایف، کسی که میاد لایف، کسی که عکس میگیره، کسی که از خودش حرف میزنه، این یعنی اول اگه بخوام بگم چه عاملی خیلی مهمه، این که طرف بیاد توی لایف حرف بزنه. خیلی هویجم بخورم. زیبا از وقتی احمد برات خرید نمیکنه خوراکی های بیشتری بهت میرسه، خوراکی های متنوع تری میرسه. وگرنه خب احمد یه سری چیزای خاص رو می آورد، خب همونا باعث می شد که من نرم مثلا یه چیزای جدیدی رو بگیرم. خب واسه یه دفعه مثلا هر دفعه اگه می آورد یه چیزی، دو سه تا چیز دیگه هم اضافه می آورد. الان این امتیاز رو داره نیاوردنش که مثلا من پیاز رو میرم از این کشاورز خودمون میگیرم دیگه، پیاز و اینا رو نمیرم مثلا از فروشگاه بگیرم. خب بعد چند تا دونه میگیرم، کم میگیرم. بعد وقتی مثلا سیب زمینی ندارم یه فکر دیگه ای میکنم، یه چیز دیگه ای بگم. به هر حال تنوع غذایی بیشتر شده. آها آفرین، قرار بود کیک رو با اون افغان بخورید، با احمد علی. بهش گفتم احمد علی میای بخوریم اینو، گفتم من به شامپاین داره، گفت نه من نمیخوام. گفتم خب تو نمیخوری دیگه، من با من یه بار میگم، نمیگم حالا بخور چرا نمیخوری فلان. گفتم که خب اشکال نداره، من خودم تو لایف فردا با میگو میخورم. حالا بذارید الان
چای چیزا بذارم، یه چای مخصوص کریسمس هم از اینو چای مخصوص کریسمس هم با هم بخوریم. بعد بشینیم در مورد غیبت درمانیام. احمد 100 سالش نیست، احمد 70 سالشه. من کشور آلمان هستم، تغذیت بهتر شده، لاغرم شدی؟ تغذیه هم آره بهتر شد. احمد خب همه چی میخری؟ صدای بویلر ممکن یکم اذیت کنه، ولی خب زیاد میشد. من به خاطر اینکه اونا استفاده بشه تنوع غذاییم یه دفعه کم میشد. زیبا کمی شکمت کوچیک شد، شما چه حواستون من بافرین. من که خودم من 50 سالگی یائسه شدم، منوپوز. من بیام دیدنت؟ آره بذارید این چیزا بزنم باست از لبتون. سب کنید. پین شد دیگه شماره من. من چی خوردی؟ لاغر شدی؟ من به این که به لاغری فکر نکردم. دیروز حال کردی با افغانی؟ آره خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوش آمد پسر خوب، خیلی خیلی حس خوبی داد. بهش گفتم حتما با هم رابطمون ادامه میده. زیبا چرا هیچ وقت برنج نمیخوری؟ چرا برنج میخورم دیگه، این همه قرمه سبزی نمیدونم. خونه آدم های مختلف که میرم برنج اکثر هم هست دیگه. آها زیبا چرا درباره فوزیه حرفی نمیزنی؟ ببین الان دیگه فوزیه چند وقتی که با من ارتباط نداره، حرفی نیست که. سکس هم داشتی با احمد علی؟ نه. زیبا خودت رو نمیشوری؟ دستشویی بو نمیگیری؟ نه. بذارونیم ببینیم برای شما بعد از ادرار یا شاشیدن اون ته شاش رو که بذارید که بو نمیاد، که فقط همونو خوش کنید، خودتون رو نشورید، بذارید خود اون شاش بمونه، اون ضد میکروبه، بعد هیچ وقت هم بو نمیاد چون خوش شده دیگه. تهشه در واقع تمام میکروب ها و عفونت ها از آبه. دستشویی بزرگم من خودم رو میشورم. سب کنیم من خودم رو میشورم دستشویی بزرگ. سب کنیم بذارم چایی بیارم توی این بذارم، بعد اون کیکر رو با هم باز کنیم. چای مخصوص وایناختن یا کریسمس. این بقیه رو میذاریم اینجا یه اگه شکمم الان کوچیک‌تر دیده میشه به خاطر اینه فکر کنم، به خاطر این
شلوارک چیزه چی میگن؟ شما چی میگید؟ چی میگن؟ یه گی داره نمیدونم. خب اون که مثل شلوارک چیزه، شلوارک های تنگ میگن، اسمش یادم رفت. خب حالا لگ، آها لگ لگ لگ، آف از لگ از پا میاد، آفرین الان فهمیدم از پا میاد، پس دیگه یادم نمیره. آره چقدر پول گرفتی از احمد علی؟ از احمد علی پول نگرفتم، ولی خب در واقع میگوش الان میام براتون واسه بیام تعریف کنم. اگه حساب بکنیم میگوش خودش 7-8 یورو بود، نون 1.5 یورو، دوتا نون آورده بود 3 یورو، 11 یورو، 6 هم که 6 سنت هم که برای من گفتم بذار، من گفتم بذار آخ برای چی تو همین رو حل چیز میکنی، حمل میکنی، کافیه دیگه. گفتش که نه من دوست دارم، ارزشت بالاتر از ایناست. جمله قشنگ که گفتم او چه جمله ای گفتی، مرسی. در واقع خب اینم پوله دیگه، حساب بکنیم اینم پوله. خب بچه ها بیاریم اشتولن با شامپاین رو باز کنیم. هیا باید پادر میونی کنه لالالالالای. همیشه عشق هست دیگه بابا، همیشه عشق هست. خب یس. و اما چنگال، و اما چنگالی که بیاریم، این بیاریم. چیزی میخواییم بخوریم که تا حالا نخوردیم. اشتولن هایی که توی کریسمس میفروشن انقدره، تقریبا 1 کیلو، دو برابر، 3 برابر این، انقدر مثلا 3 اورو. من با خودم گفتم خب این که الان 1/3 اوناست دیگه، الان 2 اورو اینا میشه. یه دفعه دیدم 16 اورو. خب حالا بعد که فهمیدیم بیا اینا اینش هم از این ور بدیم. مارسیپان هم داره، ماندل داره، فول میشن. بل کنیم سوتاتنش رو، بل کنیم، ما بازش کنیم. گوشتش هم شامپاین الکول اوریجینال خواهیم. واه مشروب مثلا چیز با مشروب بخوریم، شامپاین. یس یه عادتی هم دارم، این نه با این Come on baby, come on. ببینیم خوش شامپانی درست کردن چیشون میشه. یکی دیگه هم بخونیم، بعدش بمونه برای یا اینجا نمیمونه. خب برونجا تو بیا جلو.
زیبا از وحید و مهسا بگو. من از مهسا خبر دارم نه از وحید. اول شم و فوت کن کوشا، شبیا شم رو فوت کن که صد سازن با شامپاین. اویو چای مخصوص واینخته یا کریسمس. بچه خیلی جالبه، من دقت کردم که فقط یه همسایه اینجا با یه همسایه اونور از کل این همسایه ها چیز گذاشتم کم. البته وقتش زیاد باید بیشتر میذاشتم، ولی خب بعد میذارم. یه حالا بزنیم دیگه سیزد بمونه بیشتر. خب من دوتا پیام جواب بدم بخور دیگه، میخوایم بریم ببینم مست میشم یا نمیشم. بچه یه بار من یه شکلات خوردم توش مشروب بود، مست شدم، گیج شدم. بذار بخوریم ببینیم که چیه. چلو خوشگله. زیبا چطور دلت اومد 16 رو به این کیک؟ باور میکنی چیزی سوال خیلی خوبی کرد. اولین 3 روز طول کشید تا اینو بخرم. تو یکی از لایو من گفتم در واقع من این کیک رو از راهله دارم، چون 3 بار رفتم اومدم. اولین بار که فکر کردم 2-3 روز، وقتی اومد حساب بکنه گفت 16 رو، گفتم واس، گفت آره این 16 روز اینو. گفتم نه پولمو پس بده. اومدم فرداش رو خودم گفتم بابا برو یه با 16 یورو رو بده ببین چیه دیگه، این حتما یه چیز خاصیه. داغه. بعد رفتم زده شده بود به سوسه، یک سوس خوشگل تر بیاریم. روز دوم رفتم گفتم بلش کن 16 یورو رو میدم ببینم این چیه. منم 16 یورو رو بدم بگیرم، بعد یه دفعه گفتم آقا حالا این تو تاتن این چیه، محتویات این چیه که انقدر 16 گرون شده؟ گفت با شامپاینه. گفت شامپاین. گفتم پس نمیخوام. گفتم من بیام و حالا با مثلا یه جوری اومدم این بر باز پولم رو پس گرفتم. تقریبا یه 50 قدمی رفته بودم گفتم ولش کن یا حالا با یه بارم با شامپاین برو بگیر بخور ببین چیه دیگه. تو این وسط منظورم اینه که تو تمام این مراحلی که تو میگی دلت اومد، انگار راهله منو هول میداد، میگفت بابا به پول فکر نکن. لباسم خیمم چقدر ظرف در بردی؟ اشکال نداره، ظرف شستن دوستم. من ندیدم با آب اسپرم ندیدم، ولی امکانش هست درست کنم. از آب اسپرم که کلی چیز درست میکنم، کرم شنیدم ولی کیک نشنیدم. آها مزش مزه. باور کنیم من تفاوتی نمیبینم با اون 3-4 یوروی. حس خاصی به من نداد. خب نخواست دیگه، گفت باز نکن نمیخوام. دو بار پولو پس گرفتم. راست میگه، دو بار پولو پس گرفتم.
ایران بود که کو میزدم. نه پسره اینجوری که گفت ایس اوکی ایس اوکی، دو بار سه بار میرم. دو تا همسایه هم کدوم همسایه؟ آها ببینیم بهتون یه چیز نشون بدم، یه ذره دیگه تاریک بشه بهتون نشون بدم. میگه انتظار داری مست کنیم و تفاوت خاصی باور کنی حس نمی کنم. ایران بود غرغر میکردن؟ نه بچه ها، اینجا هر کسی که فروشگاه میخواد باز کنه دوره میبینه. من خودم زیبا تو نخورده مستی راست میگم. بعد اینجا میگن کنده، کنده یعنی کنده ها، یعنی مشتری، به آلمانی میشه مشتری. حالا نرید سر چیز دیگه. ببینید من دارم آلمانی هم به شما یاد میدم. کنده ایز کونیک یعنی مشتری شاه شماست، رضایت شاه، رضایت اون کنده یعنی همون مشتری اصله. بچه نوشته پول حیف و مل شد. آره دفعه دومی نداره، هیچ تفاوتی اس نکردم بابا. اون یکی ها سه برابر این از اون خیلی هم دوست دارم اونا رو. ما نمیگم اینم خوبه ولی تفاوت خاصی من حس نکردم. زیبا تو من تو رو خیلی دوست دارم، چقدر خوب. حق با مشتریست، حق با مشتریست که اصلا میگم مشتری، رضایت مشتری. زیبا یه تفاوت حس کن، ما سه روز منتظریم این کیکو بس باور کنیست نمی کنم چی کار کنم. هیچیز تفاوتش تو قیمتشه دیگه، تفاوتش اینه که هرس خوردیم دیگه، سه بار رفتیم برگشتیم. ما هم یه چیز، من خودم هم یه چیز یاد گرفتم، سومین بار فهمیدم. هی مرده میگفت با شامپاینه، من نمیفهمیدم شامپاینه که مثلا توش چیز کرد. بس سوم بار گفتم با محتویات این چی؟ گفت بابا این کیک رو با شامپاین درست کرد. گفتم دسویگن، پس برای اینه که. بچه ها میخواستم یه چیزی نشون بدم بهتون، بذار صبر کنید تا این چایی خیلی داغه، صبر کنیم. الان مثلا کریسمسه دیگه، خب نگاه کن، مثلا کریسمس داره شروع میشه. سالای پیش خب ببینید اونجا رو گوشه یه چراغ فقط، اوی 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 یه چراغ هم چیه؟ این اصلا حالا بزنیم من بردم بعد بایو خیلی بارو توفانه زد چیز کرد. فقط یه همسایه خیلی برام جالبه، فقط یه همسایه چراغ از این چیزا زده، از این چیزای مربوط به کریسمس و اینا زده. اونم تونتون خاموش میکنه، خوب میکنه خاموش میکنه. حالا یه ذره تاریک بشه، من فکر کنم تا آخر لایو یه ذره تاریک بشه. الان داغ زیبا نمیفهمی نیم ساعت دیگه من وای شاید آره شاید وای 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 نیم ساعت دیگه مست بشیم. خیلی خوب اگه دیدید مست شدم لایو چت میذارم، میگم میام بهتون میگم. بچه ها باور کنیم من که نمیخرم دوباره دیگه، من دوباره نمیخرم. توفان زد. زیبا فردا زودتر لایف بذار لطفا، لایف صبحانه. آره این دیگه تو مستی الان حالی نیست. آره خیلی خندیدم. الان ساعت چنده؟ دو پنج ده آه چهار ماه یه ذره سر تاریک میشه. سلطان بیاد، سلطانو بذار راست میگه، دالا برم آمبلاکش بکنم دیگه.
دیگه دروغاش یه ذره زیاد شد، اما خب آن بلاکش کنیم دیگه. زودتر من سر کارم. نه الان، زودتر من سر کارم. ای وای، مثل ایران که همه مثلا اسمش فرق میکنه ولی همونو میاره. رقصیدم امروز، رقصیدم براتون دیگه. چرا دسامبر شروع میشه؟ اول دسامبر شروع میشه. کارو بزن بریم. شاید هم آخه اینجا هم میشه زودتر، نمیدونم، احساس میکنم زودتر شروع میشه. بعد از اون همه میگو چطور میتو؟ حالا من میخواستم همه می وسطش خوبه، قطع کردم، قطع کردم، ناختیشه دیگه، دسر این قطع کردم. دم این میگو سنگینه. صبر زیاده. آخه من چی؟ مثلا الان یکی فوش میده، میگم خب باشه فوش بدم، چیکار کنم؟ من با کسی رقابت ندارم، تمام مدال های طلا مال اونا. یکم میگو بده به همسایت. میگو بدم به همسایت؟ نه دیگه، درستش کم نمیشه، نمیشه. این الان یه جوری درست کردم. حالا نمیدونم، آخه این چیزای عجیب غریب نمیدونم. اون دفعه اومدم ماهی چیپسی رو بهش نشون بدم، گفتم میخوای یه ذره؟ گفت وای وای، ببند درشو، ببند زود باش، نمیخوام. چیزه چقدر بشقابت خوشگله. این بشقابا رو مامان رمو داده، کریستا، با همه اون سه تا خوری و اینجور چیزاش. مستی و مستی و راستی. از حبیب خبر داری؟ احمد باش در ارتباطه. امروز عبی افغان که اومده بود اینجا، با شما ماشیناش کردم، میره پیش احمد. خیلی خوشحال شدم با احمد آشنا کردم. بعد بهتون گفتم رفت پیش ماریام، چقدر با هم خوشش اومده از ماریا. حالا ببینم این یکی هم اگه اینم بتونم باشه با احمد و با ماریا و داریوش اینو آشنا کنم، خیلی خوبه. احمد امروز میبینه دیگه، این میره عبی میره امروز پیش احمد، کامپیوترش رو میبره، لپتاپش رو میبره. گفت یه لپتاپ دارم. گفتم ببر. گفت نمیدونم چیکار کنم. گفتم برو، احمد بهت میگه. زیبا سحر چرا تو لایبت نمیاد؟ هست بود دیگه، الان 5-6 تا پیام ازش دیدم دیگه. اونا کشمشه یا تکاش؟ آها بچه، یکی دیگه هم بخوریم. کشمشه، شکلات نیست. مارسیپان هم داره. مارسیپان سب کنم بچه، ولی زیادی شیرینه، زیادی شیرینه. فکر کنم تا آخر به کسی هم که دلمون نمیاد بدیم 16 یورو. اگه به هر کسی بدیم باید بگیم که برای هر تیکش یه دونه چیز بده، 2 یورو بده برای هر شایبه‌ای که بهش بدیم. ولی خیلی شیرین بود بچه ها. راست میگه، مست شدم یه ذره. یه حولایی دارم، ما فکر کنم یه حولایی عجیبی داریم. چند درصد چیز بود؟ مشروبش بود؟ الکلش بود؟ ولی بچه ها فکر کنم یه ذره سرم داره چی جو 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 نمیشه. بچه ها بیان یه دن از این نارنگی هایی که احمد علی برای من خریده براش بگیرم بهتره. زیبا کم هستی، خیلی زیاد بود واسهش. آره با 16 اویرو میشد. زیبا رو گرفت.
زیبا به رهن مدت عمل کن. گدون الو بگو خرج خرج چند گنجش که بله سنه واقعا مست شد یه زنه. نارنگیه بهتره. گردن بنده فرشته رو فروختی؟ هنوز نرفتم بانهوف. باید بسنم ببینیم اگر رفتم. ببین بانهوف رفتم اونجا نشون بدم. با 16 آیی رو دوتا ماهی میخریدی؟ آره شاید هم سه تا. دوتا دوتا اون ماهی فروله که خوردم اون موقع یکیش 8 یورو خریده بود. 8 6 یورو 6 یورو 8 یورو شد. شام چی داری؟ شامی دیگه نیست. اینم اینجاش فکر کنم. اسم چی رو بگم؟ ولی بچه ها غذا حتی با میگو با این کیک و اینا بخوایم نمره بدیم، اون ماهی آل که خوردم، آل مار ماهی صبونه خیلی عالی بود، اون ماهی که خوردم با دستام اون از همه عالی ده. اون نمرش 20 بود واقعا. این میگو رو میشه گفت این میگو با این غذا و اینا نمره 14. چی خوردی میگم مست شدی؟ اینو دیگه شامپاین درست کرده، با شامپاین درست شده. اینقدرش دو شایبش رو خوردم میگم مست شدی. این کیک با شامپاین درست شده. کیک رو بخور. این بقیه رو که چیز کردم نه میلم نمیاد. گردنبندای فرشته رو نشون میدی؟ گردنبند گردنبند هاش همون گردنبند که تو همین جاست فکر کنم گذاشتم اینجا جیلو. یکی که گفت کسی اگه از هامبورگ بیاد اینه میگفت نقره است دیگه. آره اینم از این زیبا چیز گرون به من نیومده. راست میگه آفرین چیز گرون به من نیومده. گرون خوردن یه بارم رفتم هتل دعوت کرده بود یکی از دوستان منو، بعدش گفتش بیا صبحانه با هم. گفت زیبا میخوام خاویار بدم به تو. خاویارم خوردم دیگه اصلا نتونستم. گفتم نه هم چیز گرون مال خودت. گفت بابا این خاویاره. گفتم میدونم ولی خوشم نیومد چیکار کنم. آذر با من حرف نمیزنه. دیروزم یه ویسی داده به مرجان، مرجان از اصفهان، کلی درباره منم بد و بیرا گفته. گفتیم دیگه خب بگه دیگه. هنانا از آخر از آخر زیبا و گروش در میاد. خب بیاد بیرون و هنانه. مگه کسایی مگه مصطفی نیمد بیرون؟ مصطفی دو سه روز اومد تو گروه بعدش رفت. این گروه ما بیشتر از 5000 نفر اومدن رفتن. هر کی میاد یه مدت خودشو میسنجه بعدش میره، میبینه بعدش میره. بعضیا میرن دوباره میان، بعضیا میرن دوباره میان.
همش هم برای سوال برای من مونده که چرا آذر موقعی که رفتیم تو اون چیز، تو اون مسافرتی که من بردم پیش سویلا و اینا قرار کرد رفت، هنوز مونده نمیدونم برای چی. بعدش هم این که دوباره بعد اومد بعد و بیرا گفت، بازم نمیدونم، واقعا هم نمیدونم برای چی. کمک کن یخچال بخرم، بیا استوری کن بچه ها بهت یخچال بده. انقدر کسان مشکل از باگ اینستاس. آره این سحر گفت درست شد، وقتی برید اینستاتون رو آپدیت کنید نگاه کنید ببینید آپدیت شده بعدم شه. آره نوشته شیطان بزرگ برم. نارنگی اونجا خوشمزه است. این الان از این نارنگی هایی بود که خودم رو انتخاب کردم و خیلی خوشمزه نیست، ولی یه نارنگی هایی هستش پارسال برای من احمد می آورد، انقدر اون خوشمزه بودن، باید برم اونا رو از اونا پیدا کنم. همینجوری برداشتم دیروز. آذر توقعیه. آره دیگه توقع داره که نمیدونم چیکار بر مردم برش چیکار کنن چی. خب ما هم که توقع مردم رو برآورده نمی کنیم. شما خیلی حس خوبی داری، من هر دوست منتظر لایو شما. زیبا کمک کن دیلو میخوای هستش، اونقدر تو ایران زیاده. زیبا الان مستی؟ فکر کنم مستم هم. فکر کنم مست شده. میگو پولو گفتم دیگه، میگو پولو خوبه ولی حالا بازا ببینیم چه جوری میشه. این قاطی شده دیگه، این میگو رو که من قاطی کردم همه رو دیگه نمیشه. فکر کنم تیپت قشنگ شده. مرس. زیبا با مرد خسیس چه باید کرد؟ ازش درخواست نکن. چرا تو میخوای که برات یه کاری بکنه یه مردی برات؟ چرا دنبال این هستی که برای تو کسی خرج کنه؟ برو ازش درخواست نکن، اصلا دیگه اون برات مطرح نمیشه. زیبا همیشه مسته، راست میگه. میگو فشار خون رو میبره بالا. خب باشش کار نداره، هر چیزی یه نصری داره دیگه، هر غذایی. زیبا خیلی قشنگ با تنهایی زندگی میکن. آره تنهاییمو دوست دارم. الان ببین دیروز همین احمد علی اومد چند ساعت بود، بعد رفتیم کارهایی که من دوست داشتم انجام دادیم. بعد ما خیلی وجودش خیلی خوب بود، هم اومدنش خوب بود هم رفتنش. نه اصرار کرد بمونم فلان بهمان. امروز اتفاقا به ابی گفتم ابی من این میگو زیاده، میخوای بیا با هم بخوریم؟ از سر کار گفت دارم میرم خونه. چی شده؟ کثیف شده؟ به چی خورده بهش؟ از این پودره؟ نه فکر نکنم، فکر کنم از موبایلت. بعد گفت دارم میرم خونه احمد. گفتم خونه احمد برو، همون بهتره. زیبا خداییش راز سرحالی چیه؟ کارهایی که دوست دارم میکنم دیگه. بعد بشینم مثلا افسوس چی رو بخورم، بگم آی مامانم رفت، بابام رفت، آی دلم برای بابام تنگ شد. من دلم تنگ نمیشه، با اون چیزی هم که هستم راضی هستم. باز کلوب شد. خب ببین مینو برو چیز کن، اینستاگرامت رو آپدیت کن، هر چی دلت میخواد خرج بخر. باشه حالا بسا ببینیم. گل انداختم پاتمز شدی.
عینکم لک شده؟ نه به نظرم نه، نه خوبه، کثیف نیست. نه آره خب آره، برید اونجا یه بار آپدیت کنید درست میشه. زیبا تا حالا احساس گناه کردی؟ شاید قبلا ها میکردم، ولی بعد که اعتقادم به گناه از بین رفت دیگه اصلا همه چیش رفت. زیبا با احمد آشتی نمی کنی. من با احمد قرار نیستم. احمد همین الان بگه بیا خونه ما، من میرم. اونه که نمیگه، اونه که ما رو دعوت نمی کنه، اونه که با من از من فاصله گرفته. حالا من به زور بگم بیا با من چیزه، بیا با من در ارتباط باش، چقدر حقوق از مجاهدی میگیری؟ امیدوارم بیام با من. یک باری اومدم برای سمت من، بعد برای هفت پشتشون بس بود. هر کسی که با من در ارتباط قرار می گرفت دیگه نمی بردن توی این مراسمشون و فلان و اینا. بعد می گفتن تو با زیبا در ارتباط. همین یه باری که داستانشو من توی مصاحبه با چیز، برید بزنید توی پیجم یا ببینید بپرسید، تو پیج سحر هستش، مصاحبه کردم در مورد ارتباطم با مجاهدین حرف زدم، رفتم اونجا توی پاریس فلان اینا. بعد انقدر دیگه عصبانی شده بودن از دست من بابا، در حالی که من چند تا سوال کرده بودم ازشون، هیچی دیگه. هر کسی با من در ارتباط قرار میگرفت دیگه، شما با زیبا نابت در ارتباطید، نمیتونید بیاید تو مجامع ما. ولی اگه به من پول بدم میگیرم، اینو بگم بهتون، به من جمهوری اسلامی هم پول بده میگیرم، آمریکا هم پول بده میگیرم، مجاهدین هم بده میگیرم، سریع هم میگیرم و اینو بهتون بگم. ولی کیه که بده؟ چطور افسوس گذشته رو نخوریم؟ خب بگو هر اتفاقی افتاده تجربه تو زندگیم بوده منو قوی تر کرده. اگه اون تجربه تو زندگی پیش نمی اومد، الان وای نستاده بودی رو پاهات. پس گذشته تو با تمام چیزایی که احساس میکنی که اشتباه بوده، حال تو رو ساختم. زیبا هیچ وقت گردنت نمیگیره؟ چرا دیگه، رفته بودم یه مدتی برای فیزیوتراپی گردن میرفتم، گردنم که نمیگرفت، یه مقداری یه ذره صفر شده بود، رفتیم برای فیزیوتراپی گردن. لپات گل انداخته، مست شدی؟ اوی 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 اوی. پس بیشتر بخوری، یه ذره دیگه مست بشی. من مست خراباتم. هر کسی که پروفایلش عکس نداشته باشه من بلاکش میکنم. هر کسی تو آدم فروشی. خب دیگه نیاید من شما رو بفروشم دیگه. خب میاید پیش من، خب من همه چی رو میفروشم، من همه آدم فروشم نیستم، همه چی، من این آید بیا اینم میفروشم. حالا هر کسی اگه آدمی هم اومد، اطلاعات ما هر چی هم اگر بگی این اطلاعات رو به من بدی پول میدم، میگم من پول نداده بهت اطلاعات رو میدم دیگه. شما سراغ من بیاید، ما شما رو میفروشیم. خوبه؟ نیاید دیگه، حمال رازهای شما نیستیم. به خاطر تو خودمون رو به خطر بندازیم، برای چی آخه؟ خب اینم از کیک با شامپاین. خب
اونم از میگو بود و یه قلوب چای رو بخوریم و دیگه قهوه تلخ شامپاین و خورش. قهوه نیست که، چای باس اچز بود مخصوص کریسمس با زنجبیل و سیب و دارچین و اینجور چیز. آفرین، هر کی نیاد پیش من رازشو نگه دیگه، میاد بعدا یه دفعه میاد میگه آی این لایو پاک کن، اونو مامانم میبینه، بابا میبینه، فلان میگه. خب دیگه اونجوری هست که بعدا به غلط کردن میافتید. خب بچه ها مرسی، خوب بود، ممنون از اینکه شما بودید و به هر حال یه قضا و یه تجربه و یه همه اینا با هم بود و دیگه در کل خوب بود دیگه. نمره خیلی عالی نبود ولی همون 13-14 هم خوبه. بای بای تو بعد.